سلام عرض می‌کنم که دوستان ما بهت برده باشید. اما تو خودت هم صبح در جریان بودی. اگر می‌خواید فایده‌اش رو هم دوستان به من گوش کنید. تشکر. من که معلمم بودم که سخت بودم. بعد از اون بدون اینکه هم که صبح لجن هستید ما جلسه رو یک ساعت دیرتر شروع کردیم. نوه اروپا با ما ایران فرق ساعت ده جلسه شروع کردیم. یه مقداری برنامه به هم خورده خودش بکنم ولی به خاطر همین بعد از اون قدری با اصلا که نظم بیشتری مجبور هستیم بیشتر اینه که خیلی زیاد دوستان خسته نشن و به موقع برنامه امروز رو پایان برسونیم. اتفاقا آنچه که قول داده بودم کسانی که از آنچه که آقای علی اصغر سلیمی در رابطه با همون موضوع عرض میکنن که محتمال زیبایی رو دموکراسی مطرح فرمودن کسانی که سوال دارن دستشون کنن بالا من از اینها رو بنویسم لطفا سوالشون به صورت کوتاه و مختصر در حد سوال مطرح بفرمایند و اگر که سوالی نبود بعد از اون میریم به سراغ سخنرانان بعدی که مطلبشون باز میکرد به همون نشسته قبل از نهار خانم ملی خیلی مادی سوال دارن برای یه نفر نفر بعد نفر دوم دو نفر سوال دارن آقای سلیمی سوال رو میشنم بعد شما پاسخ خواهید شد خانم مراد خواهش میکنم بکنم بلند شما میخواید مطرح کنید یا اول من این سوال رو پاسخ بدم؟ ببینید دوست عزیز، یک تشابه لغوی باعث شد که گفتمان در واقع دیسکورس هست. دیسکورس هیچ ربطی به گفتگو نداره. گفتگو این سوال بود که من از اینجا به اونجا میرسم. گفتگو یعنی دیالوگ. گفتگو هیچ ربطی به گفتمان نداره. این همون بعدا چیز میکنم. اما گفتمان کلام انقلاب اسلامی، گفتمان کلام انقلاب اسلامی با مفهوم رابطه در واقع خدا و انسان، حاکمیت الله، سیره پیامبران در ایران، ولی فقیه و اینکه آقای خمینی در واقع شاه رو غیریت سازی کرد، سکولاریزم آمرانه شاه رو یعنی گفتمان پهلوی رو تبدیل به طاغوت کرد. طاغوت هشت بار در سوره پنجاه، سوره نساء آیه 51، هشت بار در کل قرآن، در کل قرآن هشت بار از طاغوت صحبت میشه. اسم سیده مرادانه و یا اسم هستر. خمینی هزاران بار از کلمه طاغوت استفاده کرد، شاه رو طاغوت کرد. این یک تریک چیز، یک کلیه گفتمانی است. یکی از اجزای ساختار گفتمان اینه که مفاهیم و گفتمانهای دیگر رو میگیره و به نحوه اونها در کنار هم میشینه که بتونه دیسکورس خودش رو از طریق کلامی، از طریق مفاهیم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی داخل مردم کنه. یعنی غیریت سازی بکنه. شاه میشه غیر، شاه میشه طاغوت و از طریق طاغوت کردن شاه مردم رو به طرف خودش کشوند. و مفاهیم مشروطیت، مفاهیم در واقع دوران مدرن سکولاریسم آمرانه شاه رو گرفت، مفاهیم مشروطیت رو از سکولارها گرفت، از سوسیالیستان تقی شریعتی و دیگران چیزهای دیگر رو گرفت، اینها رو کنار هم چید و کنار دام مرکزی، یعنی درآمد کننده مرکزی، یعنی نقطه مرکزی نبل پوینت، نقطه مرکزی و نشانه مرکزی روحانیت همه از آزمان داد و از اونجا شروع کرد به استقرار در واقع گفتمان اسلامی. این گفتمان کلام انقلاب اسلامی است. این گفتمان کلام انقلاب اسلامی شد دانای چهار یا پنج
خرد گفتمان به اسلامیست. یکی از اون گفتمانهای خرد گفتمانهای اسلامی شبه سنتی بود که موسوی اردبیلی و کسای دیگری که در اون دور اول خود سید حسین موسوی همه این در داخل خرد گفتمان شبه سنتی بودن. خود آیت الله خمینی مجموعه از اینا وزیده اعمال خودش داشت. بخشش پیچیده ایشوش، بخشش به حال درون این ملغوی که دیگه هفت جوشی که درست کرده بود درش هم گفتمان چپ سنتی بود، هم چپ مدرن که بعدا خاتمه اینا شدن، هم راست سنتی یعنی در واقع مصباح و یزدی و اینها بود و هم راست مدرن که بعدا رفسنجانی و اینا شد. یعنی در واقع گفتمان کرام انقلاب اسلامی شامل چهار تا خرد گفتمانه. چپ سنتی که در آغاز حکومت اسلامی قدرت رو در دست گرفت، همون موقع راست سنتی مقابل این آقای اسلامی بودن، بعدها چپ مدرن یعنی خاتمی نه در گفتمان اسلامی ظاهر شدن، سعی کردن مفاهیم یه جور دیگه بشینن، رابطه مردم رو از خدا یه مقدار جدا کنن به گونه‌ای که بتونن در واقع گفتمان اصلاحات رو ایجاد کنن، و راست سنتی که خود رفسنجانی اینا بودن بخواستن جامعه رو مدرن کنن بعد از جنگ و مسائل دیگر باغسازی کارگزاران اسلامی غیره. در واقع ما چهار تا خود دیسکورس داریم در درون گفتمان کلام انقلاب اسلامی. اما در زمان 88 چه چیزی صورت گرفت؟ در زمان 88 دو گفتمان، یکی گفتمان سکولار دموکراسی رو اومد در تاریخ ایران، یعنی حدود 30 میلیون جوان، 30 میلیون 40 میلیون جوان ایرانی در جنبش دادخواهی مردم ایران به پا بلند شدن و یکی از شعارهای، یکی از مفاهیم آزادی مهم رو، یعنی آزادی رو ازش دفاع می‌کردن. طبیعیه که آقای خاتمی و گفتمان در واقع چپ مدرن اسلامی ها که در درون گفتمان انقلاب اسلامی یعنی قانون اسلامی رو قبول دارن، یعنی ولایت فقیه رو قبول داشتن، در درون گفتمان می گنجیدن. اینها هم همراه با جنبش در واقع دادخواهی مردم ایران، یعنی در کنار جنبش سکولار ایران بودند، ولی اونها در واقع نه قاره بودن، نه مردم ایران اونها رو کامل به عنوان رهبری پذیرفته بودن که بعدا دیدیم بلافاصله از اونها جدا شدن، و نه اونها توانایی رهبری 30-40 میلیون جوان به زنان ایران رو داشتن. یعنی در واقع ما شاهد و شاهد زمن اگر در زمان مشروطیت ما ببینیم که در واقع گفتمان دموکراتیک و سکولار در کنار گفتمان مذهبی دین و روحانیت اون زمان شاهد و شاهد میزنه، حتی ناویمی خودش رو در این وسط معنا میکنه. اخون خراسانی از دینی حمایت میکنه که نباید در واقع حکومت رو در دست بگیره، ولی شیخ فاضل نوری در واقع کنار گفتمان استبدادی اسلامی ما هسته که بعد فرزند در واقع سببیش و نسبیش همون آقای قولله و خمینیه که اون رو در واقع سعی کرده مجددن حاکم میکنه. بنابراین در زمان 88 اما چه خیزی گفتمان کلام انقلاب اسلامی یا راست سنتی در واقع برداشت؟ چون گفتمان هم لحظه از این خرد گفتمان راست سنتی و اصولگرایان و محافظه‌کاران در درون قانون جمهوری اسلامی تعریف میشن، و چون همواره در واقع تزلزل عدم قطعیت در کنار سکولار دموکرات ها نبودن اصلاحات، گفتمان اصلاحات، ضعف ناتوانی اصلاحات، ضعف فلسفی و خرد اونها نسبت به در واقع سکولار دموکراسی، تعریف اونها از سکولاریته، چون تمامی اینها در واقع ناتوانی اصلاحات رو توضیح میده، اونها از طریق نیروی اصولگرایان به راحتی شعارهای اینا مصادره و مفروض شد و راست سنتی در قالب مجدداً در قالب گفتمان کلام انقلاب اسلامی تعرض به اونها شروع کرد و اونها در این ماجرا قدرت و توانایی ایستادن، حتی خاتمی به دیگران. چرا جوانان ایران، چرا جنبش دیکتاتوری که به اسم سبز بود قادر نبود در مقابل اینا بایسته؟ چرا؟ به خاطر اینکه سکولار دموکراسی دانه‌های خودش رو، نشانه‌های خودش رو، معناهای خودش رو گرد اصل داد مرکزی، یعنی نقطه مرکزی، نشانه مرکزی، معنای مرکزی دین و دولت ایجاد کرده بود. اشاره کردم به اینکه میشل فوکو میگفت حدی از دانش یک قدرت رو میسازه و قدرت دوباره دانش رو میسازه. به این ترتیب ما در وضعیتی نبودیم که بتونیم در واقع مفاهیم سکولار دموکراسی را که رویش و پیدایش پیدا کرده بود و حتی در زمان
شادروان مصدق یک دولت کوتاهی را هم داشت، در زمان مشروطیت هم شانه به شانه مفتان دینی میزد، ما قادر نمودیم و هنوز هم نیستیم که بتونیم در واقع مفاهیم پایه‌ای و مرکزی استقلال دموکراسی رو پیش ببریم. من فکر کنم به این ترتیب سوال جنابعالی را هم پاسخ گفتم. بنابراین من دیسکورس فرض کردم، نه در واقع گفتگو رو، نه دیالوگ. بسیار متشکرم. بسیار شما هم فکر کنم پاسختون رو گرفتید. این دفتر سوال من به قسمت دوم قضیه است. شما بیشتر به اون فکر میکنید که اول باید فکر تغییر کنه و بعد عمل پشتش میاد. شما معتقدید که خمینی اول همه ما رو مسلمون کرد، ولایت فقیهی کرد، بعدا اومد حکومت کرد. این یه مقداری به نظر من از واقعیت دوره. یعنی ما در موقعی که خمینی بود، اگر هر کسی با اون حرکت موافقت کرد، یک هدف داشت که اون سیستم دیکتاتوری یک نفری رو از بین ببره. و همه به این از قسمت اومدن که بازم عدالت اجتماعی رو دارن. از دیسکورس اسلامی قانعشون کرده شدن. یه مقداری اون مسئله که شما میگید که بودیشه رفتی به این قضیه نداره. و اون خودش رو من خوده کردم. یعنی چی؟ یعنی من ملت رو رو زدم. ولی نه اینکه اول فرهنگ سازی کرد بعد اومد چیز کرد. این یه مقداری اون هست در مورد من سوال ایشون رو فهمیدم اگه اجازه بدید من حالا در قسمت 88 هم گفت رأی من کو اصلا سکولار نبود بعدم که اونم که زدن به میزان شکنجه میزان تجاوز به یک ملت رو نمیشه به یه راحتی با این عنوان یه دیسکورس رو اون تجاوزی که به اصطلاح زد شوک درمانی کرد در نتیجه مولوش دیسکورس دیسکورس من فکر میکنم که سوال ایشون خیلی سوال جالبیه چون باعث میشه که من یه چیزی رو که در قسمت قبلی صحبت من اشاره نکرده بودم کوتاه اشاره کنم. اتفاقا من برعکس فکر میکنم، یعنی مثل شما فکر میکنم. اما چرا؟ پاسخ من یه جور دیگه است. کلا در دهه 60 در غرب یک تحول بزرگی اتفاق افتاد. دانش گفتمان که از مجموعه از جامعه شناسی، فلسفی، زبان شناسی، انسان شناسی، معنا شناسی و نشانه شناسی ترکیبی از اینها ایجاد شد و از میشل فوکو تا فرکلاف، نورمن فرکلاف، تا لاکلا، تا موفه اینها این دانش رو گسترش دادن، یک انقلابی در نگاه به انسان ایجاد شد. اگر در گذشته میگفتن که خورشید دور زمین میچرخه، این بحث مربوط به بحث شماست. در این انقلاب دانش به این رسیدن که در واقع زمین دور خورشید میشه. زمین چیست؟ خورشید چیست؟ زمین در اینجا در واقع این بحث سوژه و ابژه است. عین و ذهنه. در گذشته میگفتن دانش رو عده‌ای از واقعیت‌هایی که از علم، که از علم قدیم، علم جدید، رنسانس، چی تعیین شده، دانش رو تعریف میکردن و دانش از جهانبینی‌های قبل انتقال پیدا میکرد به ما، یه مقدار تفاوت پیدا میشد. همه اینها ذهن بود. ذهن بود که واقعیت رو توضیح میداد. ولی در انقلابی که در دهه 60 صورت گرفت، گفتن که ذهن واقعیت رو توضیح نمیده. اصولا واقعیتی وجود نداره جز گفتمان. یعنی اون گونه که شما واقعیت رو نگاه میکنی، در واقع به حقیقت میرسی. واقعیت چیزی نیست جز اون که من و شما میفهمیم. واقعیت چیزی نیست جز اون گفتمان که ما میفهمیم. جز اون گفتمان، یعنی در واقع گفتمان اسلامی، 1 میلیارد مسلمان امروز مثل من و شما نمی‌بینند. هر چی شما بکنید، اونها در چارچوب در واقع اسلام به زن، به انسان، به چی، به چی، به چی نگاه، به جامعه نگاه می‌کنند. یک سکولار یه جور دیگه به اون یه جور می‌فهمه واقعیت، ما یه جور دیگه می‌فهمیم واقعیت رو. دقیقاً از همینجا به اونجا می‌رسم. نه، در واقع روح الله خمینی به این دلیل به قدرت رسید که جامعه ایران اگر روح الله خمینی نمی‌رسید، یکی دیگه مثل او می‌رسید. این خمینی نبود که با زبان اسلام با ایران صحبت کرد. این زبان اسلام بود که از طریق خمینی با مردم ایران صحبت کرد. اگر خمینی وسط وسیله است، البته باهوش بود، با درایت بود، آدم پیر و هرحال مجربی بود، ولی اگر او صحبت نمی کرد، یکی دیگر در جامعه با زبان و دانش اسلام با مردم صحبت می کرد.
از اینجا ما میرسیم به حل مسئله شما و بعد این توضیح میدید که چه اتفاقی داره ایران افتاد به چونه سکولار دموکراسی میتونه امروز از طریق مخاطبان خودش یعنی از طریق کارگزاران سکولار دموکرات این جمع و کنگره های شبیه اینا دوستان و محترم صدها هزار سکولار دموکرات در ایران امروز هستند شما تنها نیستید ما تنها نیستیم در واقع زمان سکولار دموکراسی زمان مشروطیت زمان مدرن اون مفاهیم مدرن زمان پهلوی زمان دکتر مصدق زمان هزاران جوانی که در ایران پس از انقلاب زندگی کردند توی ایران داره صحبت میکنه با مردم ایران به هیچ وجه ما در اینجا تنها نیستیم ما نیروی بسیار قوی هستیم به این بحث پشتوانه های کلامی ما فرهنگی ما سیاسی ما اجتماعی ما حقوقی ما روانشناختی ما و تاریخ و فرهنگ ایران یعنی مولانا و خیام و برحال فردوسی با این بحث ها ما میتونیم با مردم ایران بسیار گویا با دانایی سکولار دموکراسی با مردم ایران صحبت کنیم و طبعا یک نیروی عظیمی از نیروهای سکولار دموکرات در تاریخ امروز ایران و نسل امروز حاضر که حرکت بکنه فقط ما باید هنگام رو تشخیص بدیم و دست شما همه دوستانی که این کنگره رو گذاشتید واقعا درد نکنه متشکرم می‌رسیم به صورت سخنران بعدی که هر کدام این بار هشت دقیقه احترام برای سخن دارن ما تمام شد دارم دو سوال مطلب می‌خوام ببندیم دو سوال مطلب بزنیم وقت کمی کم هستش بریم موزش بکنم تشکر می‌کنم بزرگواری شما که من ریزی جلو دارم سخنران بعدی آقای عبدالرضا کریمی هستن خواهش می‌کنم بفرمایید خیلی خوشحالم خدمتان هستم من اگر یه مقدار صدام جوریست برای خودم غیر قابل قبوله چون گوشم یه مقداری بیماری سرماخوردگی دارم صدا میکنه امیدوارم که مزاحم شما نشه این صورت اون چرا من باید صحبت بکنم راجع به چی چیزی بود راجع به ملیت و مسئله ملیت و این چیزا سکولاریسم و مسائل افغانی در این رابطه با خود عرض کنم مسئله سکولاری میشه که یه مسئله خاصی است با جداگانه بشه راجبش حرف زد انشاءالله در جلسه بعد یا در نوبت بعدی که دارم حتما خواهم گفت و اینکه با ملت‌ها یا اقوام یا چی که اسم میارن همیشه در رابطه با این گوناگونی های جامعه ایران چجوری است اولا خود این مسئله که پلورالیسم یعنی این همین دین میتواند اون چیزی که ما طالبش هستیم به وجود بیاره یا کمکی بکنه به وجود آمدنش ما وقتی میگیم یه جامعه میخوایم که این خصوصیات رو داشته باشه یعنی اول باید این جامعه که هست بره حالا چجوری این باید بره همه چیز هم میگیم جز این که نمیشه با یه وردی بشه اینجوری در حالی که همه ما معتقدیم این کار باید بشه مثلا در دو سال پیش من در خدمت آقای نوری علا بودم در بوخوم چقدر آدم های متفکر فعال جستجوگر جمع شده بود که متاسفانه به خاطر چی هزار تا مسئله که حالا وقتش نیست نشد اینجوری باید بگیرم ولی الحمدلله دنبال کار هم نگرفتن و همین جلسه هم دلیلشه که با وجود تمام تخریب هایی که از هر جا شده ولی هنوز ادامه داره شدن و جای رسیدن بنابراین مسئله این باید اول این حل بشه که برای داشتن یک جامعه‌ای که این خصوصیات رو داشته باشه باید این جامعه‌ای که هست یا این حکومتی که هست برود چطور برود؟ نه با مشت میره نه با بوکس یک اتحاد زیادی از مردمانی میخواد که زیر سیطره این حکومت هست. حالا چرا این مردمی که زیر سیطره این حکومت هست نمیتوانند چنین اتحادی رو درست بکنند؟ 30 سال 38 سال انقلاب شده. من میشناسم بعضی سازمان ها که برای کنگره وحدتشان
8 ساله سر یه واو که با کسره به میمیسنش یا با فتحه اختلاف دارن به جایم درسید. همه شان هم سطح بالا آدم های بچه نیستن. همه شان هم به قول ما که باشه ادعای گرد رستم شان هم میشه. هیچ شوخی هم نداریم. الان هم تمام این بحث هایی که اینجا میشه بسیار خوب. عمده مطلب کجاست؟ که البته در نوبت بعدی اگه فرصت میکنم اینه بیشتر میگم. و اما راجع به ملل یا اقوام یا گوناگونی هایی که تو ایران هست. راستش برادر من خودم کردم. نوع مرغوب کردم هستم. مال کرماشاه. من هم از آقای بلیده. کرد کرماشاهی نوع مرغوب شد. یعنی هنوز اونطوری که باید و شاید برام روشن نشده که اصلا کرد یعنی چی؟ به کی میگن کرد؟ کجا بوده؟ کجا میخواد بره؟ چه فرقی داره با دیگران؟ اساسا آدم من که نمیدانم ولی مسلمان اونه که میدانم میگن اینجوری که این سوالتون داری میگی باید اصلا قوطه بخوریم تو عمق تاریخ ایران از نو بنویسنش. نوشتن یا چیز داری؟ انقدر اسمها هست که با یه تلفظ به کلی معنی و شخصیت و حیثیت چه عوض کرده. از جمله همین لغت فارس. یک کتیبه ای هست که استاد اسماعیل نوری الله خیلی خوب میدانه. کتیبه ای که همم با تلفظ عجیب میخواننش. پای پولی، پخ پولی، هزار تا اسم. در حالی که اسم محلی اون منطقه است. در کرماشان میگن همینه دیاهیست خار داره که در فارسی به اصطلاح خود من که فارسی هم نیست ما بگم بهش میگیم خارخسک. این بمب دریایی. کردی بهش میگن پیکول یا پیکان. این پیکول یا پیکان یه محلیه وسط کوههای قرهداغ سلیمانیه. اونجا یک آثاری هست عبارت بوده از این که وقتی یکی از شاه های ساسانی که شاه ارمنستان بوده میاد برای تیسفون بشه شاه، مردم بزرگ محل از تیسفون میان این محل پیکولی و اونجا استقبال میکنن از این شاه. یک کتیبه مینویسن که 28 تا سنگ اینقدریه، سه تاش مانده با بشن تو سلیمانی از بین مردن. یک چهار تا عکس داشت. به هر حال امضا کردن که کیا هستن. 80% امضا کنندگان اهل بلخن. بلخ اگه حساب کنیم از نیشابور به طرف شرق بهش بودن بلخ، خراسان، هرچی. مردمی که مال این طرف بلخ بودن یعنی از نیشابور به طرف دجله 15 تا توش بودن. خب منتها ما بگیم کتیبه فارسی. یک کسی مثل پروفسور لازار، پروفسور لازار متخصص زبانهای فارسی میگه که این کتیبه به زبان فارسیه. اینا هم که تو اینجا اسم نوشتن اکثر آدمایی بودن مال دربار، یعنی اهل زبان دری داشتن. میگوید که ابن مقفع هم که زبان شناس خیلی واردی است وقتی راجع به زبانهای ایرانی حرف میزنه میگه که بهترین زبانهای ایرانی اینان و یکیش هم زبان دریه که مال دربار یعنی تیسپون، اما فصیح‌ترین نوع زبان دری بلخی‌ها حرف میزنن. 2000-3000-4000 کیلومتر فرق معامله است. این زبان مال اینجاست ولی خوبش اونا حرف میزنن. چه چیزی قاطی شده؟ بعد خودش هم چیزی میگه عجیب غریب. این بود جسارتا کردم که این تاریخ ایران هم که یه دوریه ما شناختش چه خبر شده؟ چه چیزایی توشه؟ یکی از همینه که اینجا اشکال داره پس به همین لغت فارس. این کتیبه به این دلیل گفتم. کتیبه های آشوری وقتی راجع به مادها میگن به یکی از اونها میگن پرسیکو یا پرسو. اونه که کردن اینجا باشن میتونه ببینن پرسو، پر، سو، پر، پرگار، کنار، پیرامون، پیرایش، سو، این طرف، اون طرف، هر دوش یه واژه یعنی کنار. اتفاقا معنیش هم یعنی کنار. دیاگنوف هم تو کتاب تاریخ مادش نوشته. این یکی شبش میگن پرتاور، کتیبه بیستون نوشته پرتاور. اونم به معنای دور افتاده و تبعیدیه. اونم آقای دیاگنوف نوشته. منظورم این است که وقتی ما میگیم کرد، کردی، فارسی، بلوچی، عربی، ارمنی، اینا اول یه دوریه ظاهرا باید علکش کرد ببینیم چه توشه. سرشان رو به درد نمیارم. راجع به اون موضوعی که اول عرض کردم
باید اول این رژیم را از بین برد، بعد اون چیزا را آورد، حالا این که از بین برد چه باید کرد؟ من هم نظری دارم. اون سفر توی در بوکون گفتم، اتفاقا هم فیلمم هست و هم صدام هست. فیلم من دیدم خیلی جالبه، احتمال در مزار هنرپیشگی هم مخونه قرار میگیرم. این است که این است در فردا انشالله فرصت باشه در خدمتتونم. راجب این مسائل منقد دعانه، راجب تجزیه مجزیه ایران البته بله میترسانن، مترسک هست، ولی دست زدن به هیکل منطقه ای مثل ایران و عراق و عربستان و سعودی و تا هندوستان کلی حرفه. روسیه میخواد، هند میخواد، چین کاریه، اروپا چیزیست. بنابراین نمیشه دست بره این لوبو برد. امیدوارم که یه روزی ما نه اگر زنده خواهد، انشاءالله شما زنده، ما اگر نماشیم روح من از بالا ببینه که ایران بالاخره شد همون ایرانی که بوده، مملکتی که 2000 ساله با تمام جوراجوری های فرهنگی و علمی و ذهنی و نژادی چندین بار صاف شده و از بین نفته، ولی باز هم دیگر به هم چسباندن. نمیدونم یعنی چی. خیلی متشکرم. سخنان بعدی خانم دکتر بهیه جیبانی. امیدوارم که نام شما درست گفته باشم. حرفای ایشون رو خود بغض کرد. وقت خانم ها هم دادیم. خب درود فراوان به دوستان عزیز و گرامی. تشکر میکنم از ارگانیزاتور این کنگره که فکر میکنم که در جای خودش بسیار مهمه، چون توانسته که ایرانی ها رو دور هم جمع بکنه و فکر میکنم این مهمتر از کار سیاسی، چون ایرانی ها امروز بیشتر نیاز دارن که در کنار هم باشن و این همیاری امروز اجباری شده. صحبتی که من قرار بود امروز در این جلسه داشته باشم در مورد زن و سکولاریسم بوده، اما به نظر من مهمتر از سکولاریسم برای زن سکولاریزاسیون هست که از همون کلمه سکولار مفهوم پیدا میکنه. البته سکولاریزاسیون مفهوم خودش رو معمولا در گذار تاریخ از دل فرهنگ میسازه، به خصوص در مورد تبعیض و مسائل جنسی، زنیت و مردم. من فکر میکنم که سکولاریزاسیون یک فنومنیه که از دیر زمان آغاز میشه و به جایی میرسه که میشه گفت یک اجتماعی سکولاریزه و آماده برای سکولار شدن است. یعنی به نظر من سکولاریزم نتیجه سکولاریزاسیون است و اگر این سکولاریزاسیون درست انجام نشه، مفهوم سکولاریزم میره زیر سوال. البته کلمه سکولار دارای ذات نیست که بتوانیم بگوییم چیستیش با صفت سکولار بیان میشه. البته معیاری هم برای درست بودن کدامین تعریف از سکولاریزم نمیتونه مهم باشه، اگرچه ما هنوز معیاری نداریم که بتوانیم واقعا بگوییم که کدامی تعریف از سکولاریزم به معنای واقعی درست و مهم. سکولاریزاسیون در طول تاریخ نقش پیدا میکنه و در حقیقت نتیجه یک روند تاریخی از دل یک حادثه و یا یک وضعیت به وجود میاد. اما سکولاریزم یک سامانه و ساختار که در اثر فعالیت و اعمال قدرت دین
به وجود می آید. برای مثال در غرب سکولاریسم از اعمال قدرت دین مسیحیت در حکومت به وجود آمده و در حقیقت سکولاریسم خواست پایان به حکومت انحصاری و پایان دادن به هر نوع قدرت امتیازی می باشد. و هدف فلسفه سکولاریسم رسیدن به جامعه مدنی و دلیل شکست ما همان مسیر سکولاریزاسیون به خصوص در مورد حقوق و جایگاه زن در اجتماع است. یعنی سکولاریزاسیون یک نوع فرهنگ و تربیت که اجتماعات و گروه‌های مدنی در اجتماع می‌سازه تا این فرهنگ و همزیستی و سکولاریزاسیون باعث بشه که شما به یک حکومت سکولار برسید. در غیر این صورت سکولاریسم فقط مبدل به یک تعریف میشه که امروز این تعریف دست جناح‌های مختلف افتاده و هر کسی از این کلمه سکولاریسم یک نوع برداشتی داره. در نتیجه امروز مفاهیم مختلفی از سکولاریسم وجود داره و دقیقا ما نمیتونیم بگیم سکولاریسم چه هست، برای اینکه این سکولاریسم نه به موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، ساختار تاریخی هر اجتماع داره. ما نمیتونیم یک الگوی اروپایی از سکولاریسم رو در ایران برای مثال بیاره. البته جنبش زنان از سده گذشته تا به امروز سکولاریزه و خرافه زدایی نشده و این خرافات شامل همان نگرش رفتار آیینی و دینی و یا فعالیت در جهت استقرار نهادهای اجتماعی تربیتی است. یعنی این نهادهای اجتماعی تربیتی هستند که مسئولیت این رو دارن که زن رو سکولاریزه بکنن، که ما از زمان مشروطه تا به امروز با تمام این اتفاقهایی افتاده در ایران که زنان توانستند به تحصیلات عالیه و یا پست‌های عالیه برسند، ولی این خرافات از آنجایی که ریشه فرهنگی در ما داره ما مشاهده می‌کنیم که زن‌های باسواد ما می‌توانند خرافی هم باشند. اشاعه منش‌ها، الگوهای رفتاری و ساختن سمبول‌ها و بدیل‌های نوین، چیزی که در مملکت ما همیشه تابو بوده، یعنی سمبول‌های نوین ساختن، سمبول برای زن تحصیل کرده، سمبول برای یک زن موفق، همیشه این مسائل در ایران پیشگیری شده و اجازه ندادن که سمبول‌های جدیدی برای زنان ساخته بشه که زنان بتوانن خودشون رو به اون مقایسه بکنن یا سند مقایسه خودشون به یک بدیل مدرن باشه هرگز اجازه داده نشده. برای مثال ما داریم میبینیم که زنان میخوان دوچرخه سوار بشن ولی دولت اجازه نمیده. در نتیجه همیشه سمبول‌های مدرنیته در فرهنگ ایران بی‌نهایت کمرنگ بوده. امروز ما در ایران شاهد یک انقلاب فرهنگی جنسیتی هستیم. برای رهایی از قید و بندها و خرافات سنتی، اما با یک ریاکاری مزمن با سادیسم و مازوخیسم، زیرا آنها میخواهند نیرو و یک مقاومتی رو از خودشون آزاد کنند. اما یک سد بزرگی وجود داره به نام جمهوری اسلامی که این جمهوری اسلامی آنچنان قید و بندها برای زنان گذاشته که این زنان نمیتونن این مقاومت رو به یک فرم نرمال و قابل زندگی پیادش بکنن. در نتیجه
مبدل به یک نوع رفتار سادیسمی و مازوخیستی تبدیل شده. برای مثال شما امروز زنهای ایرانی رو میبینین که درصد مواد مخدرشون بی نهایت بالاتر رفته و دختر بچه ها در مواد مخدر که این چیز بسیار جدیدیه در ایران و یا خودکشی ها و این گویای اینه که این قدرت و مقاومت داره پرت و به انحراف داره نزدیک میشه. در نتیجه این رهایی و پتانسیل رنگ بسیار تراژیکی به خودش داده و این خواست رهایی در هر زمینه به خصوص در زمینه جنسی نمیتواند بر پایه آگاهی باشد. یعنی این قدرت وجود داره، این انرژی که میخواد رها بشه وجود داره، ولی به علت سطح‌های فرهنگی که جمهوری اسلامی در مقابل پای زنان گذاشته این مقاومت به تبدیل به یه تراژیک میشه، یعنی به انحراف تبدیل میشه. و این خواست رهایی در هر زمینه نیاز به آگاهی داره. یعنی ما امروز کسانی رو، یعنی وظیفه اپوزیسیون اینه که بتونه زنان یا کلن اجتماع رو با نسخه های درست راهنمایی بکنن و روشن فکری که امروز در مملکت ما خودش گرفتار مسائل دینی بسیار ریشه‌ای و خرافات هست، امروز روشن فکرهای ما، الیت‌های ما نقش زیاد مثبتی برای راه باز کردن و راه درست رو به زنان نشان دادن رو نقش زیاد مهمی رو بازی نمی کنن. ما هنوز انقلاب فکری را پشت سر نگذاشته ایم و این نیاز به یک سکولاریزاسیون عمیقی داره که این سکولاریزاسیون نقش گروه های مبارزه مدنی هست، افرادی هستند که بیشتر در فرهنگ و امور تربیتی، امور دانش پذیری افراد و من فکر میکنم که به خصوص زنان ما با تمام علمی که دارن باز هنوز به علت اینکه اجتماع جای بسیار کوچکی برای آنها باز کرده هنوز جای خودشون رو به معنای واقعی کلمه پیدا نکردن و اون هم علتش نقش فرهنگیه که روی شانه های زن بسیار سنگین و پررنگ هست. در نتیجه اینجا ما نیاز به نقش پررنگ نخبگان و روشنفکران داریم، اما الیت‌های ما خود نیز دچار قیدهای فکری و این اهمیت را آنچنان درک نمی‌کنند که وظیفه آنها و این نقش خطیر بر آنهاست تا بتوانند این انقلاب درونی و اجتماعی زنان را خط و بستر و بدیل‌های مدرن را جایگزین خرافات کنند. اگر سوالی وجود داره سوالی از خانم جلالی بیا هستش. بسیار متشکرم خانم جلالی، خیلی استفاده بودیم. من سوال شما بند شما نقشی که شما در اینجا برای زمان میگیدیم درست مناسب و تم درده ببینیم یعنی شما خودتون نمایندگی شده میگیدیم؟ من سوال شما دران رو نمایندگی شده میگیدیم در اینجا؟ البته ببینیم ما در اینجا هنوز گروهی هستیم که به قدرت نرسیده. در نتیجه ما امروز در جلسه و ما فردا در قدرت باید دید و ببینیم که چگونه امتحان خود را پس خواهیم داد. البته افراد در اینجا بسیار دموکرات و بسیار سکولار
اما قبول داشته باشیم که انسان در قدرت و انسان در جایگاه تصمیم گیری کارکترش متغیر میشه. من مطمئنم برای مثال افرادی که امروز در این حکومت هستن تاریخی داشتن و حتی افرادی بخشی از این افراد مبارز بودن، ولی شما دیدید در گذار در تاریخ چگونه متغیر شدن. پس قدرت فرد رو کاملا عوض میکنه. امیدوارم افرادی که اینجا هستن صد باشن، نه 99 ممیزه 99، تا در اجتماع آینده بتونن نقش پررنگی بسن. شما سالت خواستم سوال کنم از کل صحبتهایی که بخشی از صحبتها و معنایی که در خود از سکولاریسم آن نقشی که دارن اونجوری نتونستن ایفا کنن. این کمبود رو چگونه میشه برطرف کرد؟ صرفا با این جمع میشه کمبود خانم‌ها رو برطرف کرد؟ مثل همونطوری که بحث کردیم طرف کارگر یا عالمی کمبود داره، یعنی وظایف داشت، ولی این جمع میتونه این رو چه شکلی کمبود رو حل میشه؟ بله، البته امروز زنان چه در ایران چه در خارج ایران قدرت واقعی خودشون رو نشون دادن و ثابت کردن که در هر جایگاهی میتونن قرار بگیرن و نقش مثبتی داشته باشن. اما در ایران اگر امروز پیش میاد قبول داشته باشیم که ریشه های ظلم در ایران بسیار قویه و امروز شما شاهد هستیم با حجابی که جمهوری و سطحایی که جمهوری اسلامی در مقابل پای زنان در ایران گذاشته خوب پیش می روند، خوب دارن جای خودشون رو پیدا می کنن، اما بسیار بسیار کمرنگ، زیرا در تاریخ در همین سکولاریزاسیون که 100 سال پیش باید آغاز می شد در مورد فرهنگ زنانه در ایران نشده، زیرا خرافات وزن بسیار سنگینی در اجتماع ما داشته و اجازه نداده، بلکه خود زنان هم باعث این پیش رفت نکردن. و برای اینکه زنان ایرانی اقلا در یک قرن پیش در فرم سنتی خودش حال زیاد بدی نداشته، قبول میکرده. چرا؟ چون خودش رو نمیتونسته مقایسه بکنه در جایگاه یک زن مدرن. ولی امروز مرزی وجود نداره برای مطلع بودن که در آمریکا زنان چه جایگاهی دارن و در ایران و یا اروپا چه جایگاهی دارن. و این سانسور شدن مرزهای خبری من فکر میکنم یک معجزه باشه در زندگی آینده زنان ایران، نه تنها زنان ایران بلکه زنان دنیا، برای اینکه امروز خبر و مدل‌ها بسیار سریع مرزها رو رد می‌کنند و برای زنان دیگر با تاریخ دیگر با فرهنگ دیگر بلافاصله الگو می‌شوند. دوستان دوست داشتم که به این مطلب وقتی بیخری دادم، ولی متاسفانه همونطوری گفتم به خاطر تأخیر صبح دقیقاً در منزله هستم از لحاظ وقت. از شما تشکر می‌کنم. خیلی ممنون خانم کلمی. وقتی معلوم بودم به آقای محمد رضا باقری خواهش می‌کنم بفرمایید. آقای باقری جمله کوتاه خواهش می‌کنم. به بچی جماعت بگن کوتاه یعنی این که حرفت رو درست انجام بده. از کنم حضورتون که خوشبختانه محفل عشق است و دوستان جمعن. اجازه میخوام به عنوان یه سرباز و حقوقدان قدیمی چند تا مسئله رو خدمتتون بگم. وقتی میگم حقوقدان قدیمی، موقعی که 50 سال پیش حدوداً ما وکیل شدیم توی کانون وکلا یک اجتماعی درست کردیم به نام وکلای جوان، بعدا تبدیل شد به وکلای پیشرو، بعدا تبدیل شد به جمعیت حقوقدانان و بزرگانی که من صبح نام بردم.
اونجا بودن با شجاعت عجیب از ما حمایت کردن. همه اون بزرگان ما یا به زندان رفتن یا در سن 90 سالگی در میدونم در سن 80 سالگی 90 سالگی در تبعید مثل یک چراغ روشن در راه آینده مردم ایران مقاومت میکنم و من قبول دارم حرفای آقای کریمی رو. دستگاه سرکوبی اجازه نمیده که مردم از جمله زنان نمایندگی داشته باشه. اینجا صحبت زنان چون میخوام خدمتتون بگم که ما در ایران مثلا تو حرفه خودمون زنان 40% خانوما 40% تشکیل میدن. موقعی که ما در وکیل شدیم خانوما 5% بودن. شاید هم کمتر بودن. الان 40% هم و جلوی صف هم زنهای ایستادن. بسیاری از اینها تبعید شده هستن در خارج کشور هم. بسیاری از اینها زندان ها رو تحمل کردن و مسئله نمایندگی تنها به تعداد نیست. اینجا من هم نگاه میکنم میبینم مثلا تعداد خانوم ها کمه. مسئله این هستش که خانوم جیلانی میان اینجا و مسائلی رو که مبتلا به هست میتونن بگن نمایندگی میکنن. تعداد چون کمه راست میگه. در ایران هم تعداد نمایندگانی که هستن توی قانون وکلا فکر میکنم 2 از 18 تا هیئت مدیره 2 زنن. در اگه 40% چون وکلا زن هستن. معلومه که این اصلا شرکت میکنه تو انتخابات خانم رو انتخاب بکنه. برای این کلمات هم امروز خیلی مورد چی قرار گرفت؟ دقت قرار گرفت. به حق در مورد دقت قرار گرفت. ببینید ما مثلا با کلمه خودمختاری یه دفعه یاد آذربایجان میفتیم. جنگ بین الملل دوم روسا برخلاف تعهدات نرفتن. در بقیه جای دنیا هم نرفتن. شرق اروپا گرفتن نرفتن. در ایران اگر تهدید دولت آمریکا نبود نمی رفتن. این کلمه حکومت خودمختار آذربایجان یا حکومت خودمختار کردستان متاسفانه تداعی میکنه اون مداخلات وحشتناک روس‌ها رو که انزمارو می‌درسونه. آقا میاد بگه تجزیه میشه یادش میاد چی اتفاق افتاده. عرض کنم حضورتون که این کلمات اصلا هیچ گونه تعریف شده نیست. فارس چیه؟ کرد چیه؟ ولی به هر حال حقوقی وجود داره، حقوق فرهنگی، اینا حق دارن مداخله بکنن در امور اجتماعی. من امروز صبح جمع‌بندی وکلا رو برای شما خوندم. اجازه بدید که من عرض کنم 17 سال پیش یک مقاله نوشتم به اسم شورا آرمان شهر مصدق. این مقاله البته منطبق است به موازه سیاسی اون روزم که 17 سال گذشته از من در اونجا تاریخ حقوق این نوشته 100 سال اخیر اینا رو در مورد عدم تمرکز خوندم و فوائدی رو که قانون قوانین دکتر مصدق برای ایجاد انجمن‌های ایالتی ولایتی. ضمن یادتون باشه که این قوانین چاپ نشده بعد از کوتاهی 28 مرداد خیلی سخت بود به دست آوردنش و نوشتنش. اینا عرض کنم حضورتون که من اون آرزوهایی که اون روزا داشتم رو اینجا براتون تکرار میکنم که با نگاهی شتاب زده دیگرگونی های مفاهیم کهن مصادیق تاریخی و قوانین متعدد در مورد شوراها از نهضت مشروطیت تا کنون در این نوشته دیده ای. در شرایط کنونی مقاله‌ای به نام حقوق شهر، مقوله‌ای به نام حقوق شهروندی وجود ندارد. قانون ابزار اعمال اراده رهبر به هیئت حاکمه خونخوار و دزدی است که در ماهیت خود تجاوز به حداقل حقوق ابتدایی انسان را ترویج می‌کند. اجرای قوانین در ایران یعنی جنایت. اونهایی که میگن قانون باید اجرا بشه یا بی سوادن یا نمیدونن قانون چیه. قانون یعنی سگسار. قانون یعنی ولایت مطلقه فقید. مشروعیت ببخشید. اکنون حضورتون که هیچ روزنه‌ای برای حفظ حیثیت انسانی و شرافت ملی ایرانیان جز نابودی تمامیت این رژیم متصور نیست. مبشران حکومت قانون در این رژیم به تسلیم طلبی خود رنگ مدارا و مسالمت می‌زنند. فردا بر ویرانه‌های این رژیم در راه سعادت ملت ایران و به منظور تأمین و تقویت هر چه بیشتر حاکمیت مردمی، تمامیت ارضی، یک پارچگی و وحدت ملی کشور باید به ارتقای دستاوردهای ارزشمند جنبش مشروطیت و نهضت ملی اندیشید. مشروعیت یک نظام مردمی پایبند اصول مقدس حقوق بشر و دموکراسی نمیتواند بر اساس اقتدار ناشی از تمرکز قوا در دست دولت بنا شود. هم اکنون بیش از 60% بودجه دولت در فعالیت های صرف می شود
که در حوزه اعمال حاکمیت ملی نیست و در اصطلاح حقوق اداری با اعمال تصدی می‌گویند. بیشتر اقتصاد دولت یا دست سپاه پاسداران، دولت شکر فروش، دولت سیگار می‌فروشه، دولت سیمان می‌فروشه، دولت فولاد می‌فروشه. اصلاً که اصلا کاری نیست، شما چوب می‌فروشه دولت، آب می‌فروشه، برق می‌فروشه. شما اصلا صبح بلند می‌شین تو رخت خوابتون توی محصولات دولتی از خواب بیدار می‌شین. پاچه می‌سازه دولت. که اینا بزرگ دولت نیست. دولت ارتباط نداره. به هر حال 60% بودجه دولت در اون موقع البته الان به نظر من خیلی بیشتر شده. این صحبت از 17 سال پیش. در فعالیت‌های صرفی که در حوزه اعمال حاکمیت ملی نیست و در اصطلاح حقوق اداری با اعمال تصدی می‌گویند. این بخش سنگین و فلج دولتی باید به صورت بنگاه‌های عمومی یا تجارتی تحت نظارت شوراهای مردمی قرار گیرد تا از مفاسد یک تکنوکراسی آلوده نجات یابد. روستاها، بخش‌ها، شهرستان‌ها، استان‌ها باید از طریق شوراهایی که دارای اختیارات و امکانات قانونی و مادی هستند اداره شود. نقاط محروم که غالباً به علت کمبود آب، فقدان منابع زیرزمینی یا عدم توسعه اقتصادی در حال خالی شدن از سکنه می‌باشد، باید از اولویت‌های فراوانی در اجرای طرح‌های ملی برخوردار شود. بسیاری از روستاهای ایران خالی از سکنه شدند در این مدت که من اینو نوشتم. اصلاحات عمیق در درک‌های اداری کشور مستلزم محدود کردن جدی حوزه عمل دولت به دفاع، روابط خارجی، اقتصاد ملی و نظام واحد قضایی می‌باشد. در چنین شرایطی با استقرار یک نظام غیر متمرکز اساس قدرت را شهروندانی تشکیل دهند که در زندگی اجتماعی خود آزادانه انتخاب می‌کنند. تدبیر جدی آنهاست که راه‌حل مشکلات روزمره زندگی را برمی‌گزیند. نمایندگان آنها هستند که قدرت اجرایی را مسئول و پاسخگو در قبال انتخاب کنندگان قرار می‌دهند. رسیدن به این آرزوها برای رهبران جنبش تاریخی ملت ایران سرنگونی نظام ولایت مطلقه فقیه می‌سازد تا راه انتقال حاکمیت به مردم باز شود و شورا آرمان شهر مصدق و فرزندان مهدوی او بر میهن ما حاکم گردد. ببخشید از اینکه من بیانم به دلایل خیلی زیاد، یکی از دلایلش هم شاید عرض کنم که عصبیت از جنایاتی هستش که این رژیم میکنه. من وقتی صحبت میکنم غالبا مردم عصبی میشم. از همه شما، تک تک شما عذرخواهی میکنم بابت نحوه بیانم. گناه من نیست، گناه ظلمه و این صدای من صدای یک مظلومه، فریاد یک مظلومه. الان شما نگاه بکنید که 4500 تا از جوانای این مملکت بدون داشتن وکیل، بدون برخورداری از حقوق حداقل حقوق انسانی محکوم به اعدام. تصورش بکنی یه آدم 10 سال 2 سال توی اعدام بمونه. هفته گذشته دکتر ملکی، رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب فریاد میزنه جنبش دادخواهی. این آقای کریمی درست میگن، اینجا تشریف ندارم من اصلا. چرا تشریف دارم؟ واقعا ما همه باید بریم پیش آقای کریمی کلاس سخنرانی بذاریم و ازشون یاد بگیریم و ملاحت بیان رو. از خشونت کلام خودم خجالت میکشم، ولی به هر حال اینجوری. قربان شما. عرض کنم حضورتون که دکتر ملکی جنبش دادخواهان ایران رو انداخت. هر کدوم از ما اینجا که نشستیم میتونیم، باید، وظیفه داریم تا جایی که میتونیم صدای قربانیان رو بگیریم و عمل کنیم. تنها عرض کنم حضورتون که بیان تئوریک نداشته باشیم، با جامعه ارتباط داشته باشیم. برای اینکه بتونیم مفاهیم خودمون به جامعه منتقل کنیم نمیتونیم تو این سالن‌ها باقی بمونیم. بایستی از این سالن‌ها بریم سر سفره گرسنگان. یکی از مأمورین این رژیم هفته گذشته یا 2 هفته پیش گفت 30% مردم شکمشون گرسنه است. آنهایی هم که 50% دیگه، اونهایی که شکمشون گرسنه نیست، دوچار کمبود مواد غذایی هستند. یعنی غذاهای بیشتر مردم اساس غذاشون نونه و این نونها غالبا عرض کنم که بد تولید میشه. دلیل این که بد تولید میشه این که نونوا اگه نون درست نکنه بیشتر منفعت میکنه، میتونه آردی رو که از دولت گرفته گرونتر بفروشه تا نون رو، میتونه سوختی رو که از دولت گرفته گرونتر بفروشه. بنابراین این مسئله نون، مسئله روزمره نون مردم وجود داره. اینه که مباحث تئوری بسیار بسیار لازمه، تبلیغش بسیار لازمه، هر لحظه لازمه،
ولی بایستی با بیان دردها و گرفتاری‌های مردم این پیوند پیدا کنه، پیوند روزمره پیدا کنه. از جمله مثلا در ممکنه که ما مثلا آقای دکتر ملکی رو قبول نشته باشیم، اون آقا حق داره ما رو قبول نشته باشه و حرفش غلط نیست، میگه آقا تعداد زیادی از مردم رو بدون محاکمه کشته، اقرار هم کردن، وزیر دادگستری میاد افتخار میکنه میگه من بچه‌های مردم رو کشتم. خب بابا این صدا رو به جهان برسونید که اینها نتونن، اگر نرسونیم اینها با اینها معامله میکنن، اینها عرض کنم حضورتون که میخرند و میفروشن و بدبختی های ما تشدید خواهد شد. من غیر از این که میخوام بگم این کلماتی که گفته میشه، مثلا این گفتم به یکی از این دوستان، گفتم آقای مختلی هم ولایتی عزیزم، عرض کنم حضورتون که گفتم که این کلمه دلال مثلا تو مشروطیت کلمه خیلی محترمی بود، بزرگان بازار در بخش مهمشون دلالا بودن و فکر میکنم حتی تو قانون اولی قانون مشروطیت برای نمایندگی گذاشتن نوشته شاهزادگان، نمیدونم اون موقعی که اولین قانون چی بود، اولین قانون مجلس بود، این شاهزادگان فکر میکنم دلالا اونجا نماینده داشتن، هم بالا داشتن دلالا داشتن هم داشتن. اخیرا حضورتون که دلال کلمه بدی نه، ولی الان میخوام به کسی بگم که یارو دلاله. این کلمه خودمختاری هم همون حالت پیدا کرده. خودمختاری یه شکلی از اداره کشور در بسیاری از جای دنیا وجود داره، هیچ اشکالی هم ایجاد نکرد. اگر ما روابطمون رو با همسایگانمون بر اساس منافع ملیمون تنظیم بکنیم، دخالت نکنیم توی همسایگان، اونها هم بفهمن که ما مقتدریم، مردم ما از ما راضی هستن، با رضایت مردم داریم حکومت میکنیم، قرارداد اجتماعی داریم با اینا. عرض کنم حضورتون که روسیه دیگه جرأت نمیکنه از این فضولیا بکنه که بخشی از مملکت ما رو زیر فشار آمریکا بکنه و بره. این چیزهایی که ما رو مثلا میگم تجزیه اینا، مثلا عرض کنم حضورتون که یک آقای کردی هست، من اخیرا مقاله نوشتم، اون آقای کردم اسمش شماها احتمالاً بعضی ممکن نشنیدی نمیدونی، میگه خاکم به سر ز غصه به سر خاک اگر کنم، خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آقای اسم واقعیش از سید محمد رضا کردستانی و از شهدای بزرگ راه آزادی ایرانه. حالا یکی از دوستان بگه اسمش چیه دیگه ما خوشحال میشیم. از کنم حضورتون که میرزاده اشیم سید محمد رضا کردستانی. بعد هم این صورت جلسه که براتون خوندم محصول جمع‌بندی آزادانه نظرات شنیده شده در کنفرانس حقوقدانان بوده. اونجا کسی کدک نمیزد، نماینده عرض کنم آذربایجانی ها بودن، نماینده کرد ها بودن، نماینده ترکمن ها بودن، نماینده اسپاشون هم خوندن براتون. و به نظر من قوانینی که دکتر مصدق نوشته، با متاسفانه گفتم این قوانین شناخته شده نیست، من این جزوه رو یه چند تایی رو دارم فردا بعد از ظهر میرم خدمتتون که اگر خواستید نگاه کنید، اشخاص که فکر میکنم خوبه این رو ترویج کنن، تو این جزء فواید قانون ایالتی و ولایتی نوشته شده و من فکر میکنم به احتمال خیلی زیاد آقای دکتر مصدق چون در سوئیس زندگی کرده، در سوئیس تأسیس کرده، نهادهای مهم میشینه که نهادهای سنتی جامعه ایران رو مصدق میشناخت، یعنی هم مالک بود هم مدیر بود تو دفترهای اداری کشور، میشناخت مملکت، میشناخت اقتصاد، میشناخت ساختارها رو میشناخت. بنابراین اون مطالبی که نوشته با اون موقع ایران واقعا قابل انتباه بوده، با مدلی بوده از رفتاری که دو مشروطیت شده و البته حتما امروز نقایصی داره، این بایستی مدل چی بشه، کلمه قشنگی درست که میگن روزآمد بشه. شما آمریکایی رو میگید up to date. از کنم که این باید به وسیله حقوقدانان، به وسیله آدم های اندیشمند این قوانین بایستی منطبق بشه و این وحشت‌های فراوانی که به حق وجود داره و باید هم وجود داشته در منطقه‌ای مثل منطقه ما با این رقابت‌های ایدئولوژیک امام خمینی با عربستان سعودی که بدبختی بزرگی برای همه کشورهای مسلمان نشین،
جنگی که الان داره انجام میشه واقعا میگن جنگ آزادی بخش ارتش آزادی بخش شیعی واقعا وجود داره، نه امروز وجود داشته باشه. من متاسفم که بهتون بگم که اساسش رو در دولت موقت در قانون تشکیل عرض کنم حضورتون نهضت‌های آزادی بخش ریختن. این نهضت‌های آزادی بعدا منتقل شد به مهدی هاشمی، بعدش خاتمی، صندوق دست خاتمی بود. پول بدون چی داشتن؟ پول بدون رسید داشتن. یعنی خاتمی وقتی که صندوقدار این بود پول تو قانون نوشته بود که این پولا رو خاتمی میتونه بدون رسید بابت هزینه سفر بابت انجام ماموریت ها. توجه بکنید که سید مهدی هاشمی گزارش میده به آقای منتظری تو فکر کنم صفحه 513 خاطراتی خارج کشور چاپ شده، گزارش میده که من تو 15 تا کشور نمایندگی دارم. ضمناً می‌نویسه که خالد استانبولی وقتی که رئیس جمهور رو کشت، رئیس جمهور مصر رو کشت، اولین گزارشش به دست ما رسید، ما دادیم به آقای خامنه‌ای. بنابراین این چیزی که امروز ما داریم می‌بینیم بسیاری از اینها اولاً معلول سیاست‌های مسالمت‌آمیز غربی‌هاست با اینها، و ضمناً ما یکی دو تا ده تا صد تا نیستیم، ما 5 میلیون هستیم. باید تلاش بکنیم که جوان‌ترها بیان در صحنه و ادامه بدن این فعالیت ها رو. من اجازه بفرمایید که رقم اینکه درخواست بازنشستگی رو هم بشه. از خودشون دوستان خواهد میشن و جلسه به ریسی جلسه بعدی بسپاریم. آخرین فردی در آقای نشست سخنرانی خواهند کرد آقای آریون شهبانی هستن. شهبانی هستن شده سلام؟ بله. شما در آقای با چیزی به مطلب شما از فروم سپولات دموکراسی درست بگم؟ یا بردو همون باش بکنم؟ امیدوارم که به اونهایی که از شما سنشون بیشتر هست نشان بده چگونه میتوان موجز و مختصر صحبت کرد. من از همه دوستان تشکر میکنم. من بیدم برای شما اگر چهایی قهوه یا از کنم چهایی رو فراهم بکنم برم. نه اعلام خواهم کرد به شما برای خب شما حتا باشید قهوه دارم. من خودم معلی بگوارم. سلام، من آریون شهبانی هستم. سوارم برای بارد اون در کنفرانس شرکت میکنم. پارسال آخرین صحبت تاجکایی که یادمه در مورد حقوق ارقام بود و من مشاهده کردم که گفتگوها خیلی پتانسیل بیشتری داشتن که ادامه پیدا بکنن، ولی وقت نبود، امکان گفتگو خیلی محدود به یک میکروفون بودش و اون موقع این فکر به ذهن من رسید که خب این کار از طریق اینترنت 24 ساعته و در سرتاسر دنیا و بدون نیاز به رزرو کردن این هتل و جایی میتونه ادامه پیدا بکنه. پس من یه وبسایتی را انداختم برای فروم تالار گفتگوی ایرانیان طرفدار سکولار دموکراسی که آدرسش رو هر وقت خواستید در اختیارتون میذارم. گفتگوهایی که امروز اینجا انجام میشه و فردا انجام میشه آخرین فرصتش اینجا نیست، میشه در این وبسایت خیلی راحت ثبت نام بکنید. هر کسی هر عقیده ای که داره محترمه بنویسه و هر کسی در مورد عقیده هر کسی هر نظری داره زیرش و سوالی داره پاسخ بذاره. من به 4 قسمت تقسیم کردم فرم رو، ولی میشه مثلا بیشتر مرحله بهش اضافه کرد، به 4 بخش کلی، ایده ها، مشکلات و 2 بخش دیگر که ایده ای به ذهن کسی میرسه، مشکل به ذهن کسی میرسه اونجا مطرح بکنه در مورد روند گذار سکولار دموکراسی ایران و همچنین شناخت مردم ایران، وضعیت گفتگو راجع به وضعیت فعلی مردم، وضعیت فعلی حکومت حاکم بر ایران میشه اونجا گفتگو کرد و هر کسی هر نظری داره به عنوان شروع یه بحث بیان میکنه و بعد دیگران هم در نظر خودشون رو پایینش ادامه بدن و این خیلی کار رو سریع‌تر میکنه. هر کسی در منطقه زمانی مختلفی یه دیده آمریکا زندگی کنه، در ایران زندگی کنه، در اروپا زندگی کنه، میتونن هاشون بزنن و اینا همه اونجا ثبت میشه. بعد لزومی هم نداره با نام واقعی، میتونید با نام مستعار ثبت نام بکنید در وبسایت و امیدوارم شاهد حضور عزیزان در این فرم باشید. بله، آقای نوری علام زحمت کشیدن آدرس وبسایت رو در صفحه اول سایت جامعه سکولار دموکراسی قرار دادن. از اونجا میتونید کلیک بکنید وارد این تالار رو بشید.
دوستان عزیز دومی پانل رو شروع میکنیم و بعد وقتی که بحث آماده شد در هر مرحله باشیم این جلسه رو برای صرف قبلی تر کنیم و دوباره برگردیم. جان الان برای میگم تو ما توضیح مقدمه تایی بیدیم شروع میکنم برای بیدیم از کنم که موضوع دومی پانل چشم‌انداز فرهنگی ایران سکولار دموکرات رئیس این جلسه آقای دکتر امیر کیانی هستن که الان یه لحظه پیش از سالن خارج شدن ولی برمیگردن. سخنرانان دور اولین پانل اصلی خانم شکو میزادگی هستن و آقای کوروش اعتمادی و آقای دکتر مصطفی آزمایش که به همون ترتیبی که اسامی رو خوندم سخنران خودشون شروع خواهند کرد. از آقای دکتر امیر کیانی تشکر میکنم که مسئولیت این پانل رو عهده میگیرم. بفرمایید از این بعد که مسئولیت پانل شما. حقیقتش من با سلام خدمت دوستان